امروزه دیگه مثل سابق شاهد عناوین ترسناک عمیق و پرمفهوم نیستیم. دیگه بازی‌های ترسناک فقط محدود شدن به خلق لوکیشن‌های تاریک و صحنه‌های دلهور آفر و پرش یک هیولا جلوی صفحه نمایشگر و پنهان شدن شخصیت درون بازی در کمد. سلام به همه شما عزیزان، با عصر بازی همراه باشید با برترین‌ها در ژانر ترس. اما قبل از هر چیز، اگر تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید، حتما این کار رو انجام بدید، حتما ویدیوهامون رو لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید. بسیار خوب، آماده اید؟ بریم سراغ معرفی بازی ها. شماره 5، Fear One. این بازی در زمان معرفی خودش سر و صدای فراوانی به پا کرد. این اثر علاوه بر اون که بسیار ترسناک بود، ویژگی هایی داشت که در عناوین مطرح اون زمان نیز دیده نمیشد، مثل هوش مصنوعی بسیار پیشرفته سربازان دشمن که گاهی به راحتی شما رو فریب میدادند. هنگامی که تعداد زیادی از سربازان دشمن در حال تیراندازی بودند، تمام محیط رو اثرات اصابت گلوله پر میکرد و همه اشیای درون محیط به هوا برمیخواستند. این بازی نمونه کامل یک عنوان موفق در سبک ترسناک. ترس اون علاوه بر روان پریشانه بودن، داره پرش های ناگهانی نیز بود و هیچ لحظه ای در بازی بدون دلهوره نیست. تمامی نکات که یک بازی در سبک ترس باید داشته باشه رو به بهترین وجه به کار برده و پا رو فراتر از تنها یک عنوان ترسناک گذاشته. خود من زمان که این بازی عرضه شد، تنها دلیلی که تونستم اون رو به پایان برسونم حس بسیار لذت بخش شلیک با سلاح ها بود، وگرنه ترس بیش از حدش من رو بارها از ادامه بازی منصرف کرد. شماره 4، کلیف بارکرز آندایینگ. عنوانی که تنها برای رایانه های شخصی منتشر شد و در سکوت نیز به فراموشی سپرده شد و نتوانست شهرتی کسب کند، اما معروف نبودن این بازی مانع از کسب موفقیت های فراوانش نشد. حس ترس بالای این بازی باعث شد تا کمتر کسی سراغش بره و به سرعت از خاطرات پاک بشه. داستان این بازی اول شخص از این قرار بود که یکی از دوستان شخصیت اصلی شما رو به امارت خودش دعوت میکنه، چون اتفاقات عجیبی در حال رخ دادنه که اون رو وحشت زده کرد. شما دعوت رو میپذیرید و به اون امارت پا میزنید. از ویژگی های این بازی میتوان به سنگ های جادویی اشاره کرد که در طول مراحل بازی آزاد میشد. یکی از اون سنگ ها که در خلق صحنه های دلهور آور درون بازی بسیار کمک میکرد، سنگی بود که به کمک اون میتونستید ابعاد دیگر محیط رو مشاهده کنید. به عنوان مثال، اگر از درون سنگ به تابلو نگاه کنید، تصویر عوض می شد و اعضای خانواده شکل واقعیشون دیده می شد. سر یکی از اعضا قطع شده و بر روی زمین افتاد. پسر دیگر خانواده به شکل یک گرگ نما ایستاده و دختر خانواده نیز با شکلی عجیب نظارگر شماست. ترس این عنوان گاهی شوک‌آور و گاهی روان پریشانه بود. این عنوان بسیار مرموز و ترسناک را بهتون پیشنهاد می کنم تا حتما تجربه کنید. شماره 3، Dead Space 1. بیهوده تلاش نکن، صدای فریادت در فضا شنیده نخواهد شد. همه شما نام آیزاک کلارک رو شنیده اید، مهندسی که برای کار کردن به فضا میره و اتفاقات ناخوشایندی براش پیش میاد و شما به دنبال راهی هستید برای زنده ماندن و فرار از این کشتی فضایی پر از هیولا. این عنوان با اتمسفر و فضای درگیر کننده‌ای که داشت، به همراه گیم پلی فوق‌العاده‌اش و همچنین معماهای درگیر کننده، به سرعت به محبوبیت زیادی دست یافت. این عنوان علاوه بر ترس‌های لحظه‌ای، هر لحظه با صداگذاری قوی شما رو شگفت زده می‌کرد. ترس برای زنده موندن و وحشت از هیولاهایی که به شما حمله می‌کنند کاملاً ترس کلاسیک و کلیشه است. اما تیم سازنده چنان قوی کار کردند که این بازی به یکی از قوی ترین عناوین ترس بقا بدل شد. شماره 2، آمنیشیا The Dark Descent. سکته ناقص درون کمد. ساکت باشید، شاید کسی پشت سر ماست. نور فانوس هم که تمام شده. صدای باز شدن در از کجاست؟ اون سایه چی بود که سری رد شد؟ این صدای خنده کی بود؟ و بالاخره یک هیولا در مقابلتان ظاهر می شود. شما در یک عمارت گیر کرده اید و یک موجود ناشناخته هم با شماست. حال باید راز درون عمارت را حل کنید. شما در این عنوان حتی از صدای پای خودتان نیز می ترسید.
عمارتی خالی از سکنه که سکوت همه جاش رو فرا گرفته و حال تنها صدای قدم‌هایتان است که شنیده می‌شود و صدای باز شدن یک در از پشت سرتان را می‌شنوید. در همین حال نور فانوستان نیز خاموش می‌شود. حال چه می‌کنید؟ ترس این عنوان همواره با دلهره آمیخته است. شما همیشه از این میترسید که مورد تهاجم هیولا قرار بگیرید و این استرس همیشه تا پایان بازی همراه با شماست. و در نهایت شماره 1 سایلنت هیل 1. گیمری نیست که از 25 سال پیش که بازی منتشر شد پس از گذشت این همه سال افتتاحیه این بازی رو از یاد برده باشه. در جایی که شخصیت اصلی بازی هری برای پیدا کردن دختر خودش در میان مه وارد کوچه تاریک و مخوف میشه و هر چی جلوتر میره با صحنه های وحشتناک بیشتری روبرو میشه تا اینکه در انتها توسط موجودات شیطانی مورد حمله قرار میگیره. ترس، ناتوانی، تنهایی، دلهره، تپش قلب، لرزش بدن و عرق کردن، تمام اینها در کمتر از یک دقیقه رخ میدهد، چرا که کمتر کسی در بازی ها تجربه کرده بود که به خاطر طراحی مراحل از عمد توسط موجودات پلید کشته بشه. اگرچه بعداً متوجه میشه که شخصیت درون بازی بیهوش شده. درسته که سال انتشار این بازی برمیگرده به 1999، اما طراحی مراحل و داستان به قدری عالیه که شما رو شگفت زده میکنه. همچنین صداگذاری فوق‌العاده‌ای که قطعاً تأثیر زیادی بر روی شما خواهد گذاشت. بسیار خوب، به انتهای این ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص بازیایی که در این ویدیو بهتون معرفی کردیم با ما به اشتراک بذارید. لطفاً کانالمون رو سابسکرایب و ویدیوهامون رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، وقتتون بخیر، خدا نگهدار رفقا.